با سلام خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، من حسین مهری هستم. برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای امیر، و در این برنامه آقای امینی حضور دارند. آقای امینی پرسش هایی دارند که بنده موظفم به اونها پاسخ بدم اگر به خوبی بتوانم. آقای امینی عزیز سلام بر شما. درود بر شما و بینندگان ارجمند. شما سال هاست که همه رو بر کرسی اختیار دارید، پاسخگری نشاندید و با اونها گفتگو میکنید. امروز دومین برنامه است که من شما رو به این کرسی نشوندم و امیدوارم که در این گفتگوی دو سویه با یکدیگر گوشه‌ای از تاریخ، اون قسمت‌های به ویژه که در لابلای یادمانده‌های شما مانده و باید به نسل جوان منتقل بشود، اینها رو بتوانیم کنکاش کنیم و بازرسی کنیم و بازبینی. خواهش میکنم. یعنی خیاط به کوزه افتاد، نه؟ منظوری درزی در کوزه افتاد. درزی اول در نخستین نوشته های کهنی که وجود داره بوده، درزی در کوزه افتاد. بله. و ماجرای خیلی جالبی هم داره. یه بار در یه برنامه گفتم این حکایت از کجا بلند میشه. جناب مهری، شما بر روی یکی از درازترین دوران کار روزنامه نگاریتون تا اونجایی که من آگاهی دارم با روزنامه اطلاعات یا شاخه های از اطلاعات بوده، و روزنامه اطلاعات خب میدانیم که ماندگارترین روزنامه روزانه در ایران بوده، چون این واژه روزنامه رو حتی درباره آنچه که روزانه منتشر میشده به کار میبردن. آقای مسعودی، عباس مسعودی، پایه‌گذار روزنامه اطلاعات، البته اینا یک خانواده بودند و این خانواده، او و برادرش و دیگران در این کار روزنامه درگیر بودند تا اونجایی که من آگاهی دارم، 25 ساله بود، چون ایشون زاده سال 1280 خورشیدی است، یعنی 5 سال پیش از فرمان مشروطه. در سال 1305 خورشیدی، هنگامی که 25 سال بیشتر نداشت، پس از چند سالی همکاری با یکی دو روزنامه دیگر، توانست اطلاعات رو به صورت یک روزنامه یک برگی منتشر بکنه. البته شماره نخست که در نخستین سال پادشاهی رضاشاه منتشر شد با گرفتاری های روبرو گردید و مدتی منتشر نشد و پس از یک ماه شماره دوم بیرون آمد. من خوشبختانه تقریبا یه دوره کاملی از روزنامه اطلاعات رو بازچاپ اون رو دارم، نه کامل ولی تقریبا کامل. و مسعودی از مجلس 15 از همون آغاز هم خودش رو خیلی نزدیک کرد به دربار، و این روزنامه اطلاعات زیر چتر پشتیبانی دربار قرار گرفت. یعنی چیزی در این روزنامه به چاپ نمی رسید که گرفتاری برای مسعودی و روزنامه ایجاد بکنه. از مجلس 15 او پوزش بخوام از مجلس 10 از مجلس 10 نمایندگی مجلس رو از تهران، از تهران نماینده مجلس شد و تا مجلس 15 که با گمان میکنم در سال 1326 به پایان رسید، نماینده مجلس بود و سپس سناتور انتصابی شد. شما چه خاطره ای، چه یادمانده ای، چه رابطه ای، چه پیوند های دور و نزدیکی با مسعودی و یا دیگر کسانی که در سردبیری یا مسئولیت روزنامه اطلاعات بودن داشتید؟ آقای امینی، من با مسعودی هیچ وقت برخورد رو در رو نداشتم. البته من در سال 1300 و اجازه بدیم اینم دقیقا چه سالی بود که من رفتم اطلاعات، 1339 رفتم. 29 یا 39؟ 39 رفتم اطلاعات، یعنی بعد از اینکه دانشکدم تموم شد. یه سالم دبیری کردم، 39 هم رفتم اطلاعات. رفتم همون جور که گفتم، رفتم پیش آقای همایون که از قدیم میشناختمشون،
از موقعی که در حزب سومکا بودن. شما یعنی اون موقع داعش و همایون در اطلاعات بود بس؟ در اطلاعات بود دیگه، کار حزبی نمی کرد. ولی خب تمام وجود سیاسی بود. بله، عرض کنم که ایشون وقتی من وارد اطلاعات شدم شروع کرده بود به سرمقاله نویسی. سرمقالهاش از همون اول گرفت، به خصوص که سبک خاصی می نوشت و واژه های فارسی و همچنین ترجمه اصطلاحات غربی در این آثار بود. بله. بروی من در اون زمان رفتم و بعدن که یواش یواش در اطلاعات جای تازه پیدا کردم، یعنی رفتم به اطلاعات هفتگی، بعد اطلاعات جوانان و سرانجام اطلاعات هفتگی دوباره، روزای دوشنبه بود یا سه شنبه یه روزی بود که هر هفته همه در یک اتاق کنفرانس جمع می شدن و آقای مسعودی با همه صحبت می کرد و سیاست های روز رو مطرح می کرد، چه باید گفت و چه نباید گفت. یعنی هنوز مسعودی با اینکه این همه سال از کار اطلاعات گذشته بود در کار دبیری روزنامه هم دست داشت، دخالت نمی کرد به اون صورت، ولی به هر حال روزنامهش بود و کسانی که در بیرون بودن او رو می شناختن. بله. و اگه مشکلی پیش می آمد مستقیم به اصطلاح یقه او رو می گرفتن. این در تقریبا چه سالی است؟ گفتید 39 40؟ سال 39 تا بله. چند سال این قضیه ادامه داشت. ایشون در سال 52 به نظرم فوت کردن. 55 در 55 نه. بله 55. در 75 سالگی در سال 70 در سال 55. شما یه بار دیگه نگاه کنید. شاید هم شما درست بگید. شاید هم 52 بوده. بله. یعنی 72 سالگی در گذشتن حتما اطلاعات شما دقیق‌تر هستش. بله. بله به هر صورت همیشه ما حرفاش رو قبول داریم. نمی‌خواستم. ایشون می‌آمدن مثلا اولا هر هفته یک روز مشخصی میرفتن دربار با شاه نهار میخوردن. بله. و همونجا به هر حال یه چیزای مطرح میشده دیگه و با فشرده اون چه از شاه شنیده بود درباره سیاست‌های ایران و جهان، یه مطالبی رو در اختیار دوستان میگذاشتن، از سردبیران گرفته تا نویسندگان و خبرنگاران. در اون موقع هم روزنامه اطلاعات بود، هم اطلاعات جوانان بود، هم اطلاعات هفتگی، هم اطلاعات بانوان و هم اطلاعات کودکان. بنابراین تعداد خیلی زیاد بود. بله. هنوز هم روزنامه اطلاعات کاخهای خودش رو نساخته بود و به هر حال همه جا نمی گرفتن تو سالن. بعضی وقتا می ایستادن. اون زمانی که شما اشاره میکنید و وارد اطلاعات شدید، رقابت آشکاری بین کیهان مصباح‌زاده و اطلاعات مسعودی وجود داشت؟ بله بله، از روز اول بوده، این همیشه بود. میگفتن که این رو خیلی ها اشاره کردن، از جمله بهزادی در شبه خاطرات گفته که درباریان کمک کردن، پشتیبانی کردن از پیدایش کیهان، برای اینکه فکر میکردن که مسعودی و اطلاعات خیلی قوی شده و یک کتاز صحنه روزنامه نگاری روزانه ایران هست و باید یه روزنامه در مقابلش به وجود بیاد و کیهان به این ترتیب پا گرفت. من خبر ندارم از این موضوع. بر. من میدونم که به هر حال دربار کمک کرد، کمک مالی کرد که این روزنامه در بیاد. یعنی کیهان رو منظورتون هست؟ بر همون کیهان. بله. 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 و هم آقای مسعودی رو من هیچ وقت رو در رو باشون صحبت نکردم، ولی شنونده شون بودم. یک محافظه کاری تام و تمام در وجودشون بود و تمام تلاششون این بودش که یه وقت روزنامه چیزی چاپ نکنه که گرفتاری برای ایشون به وجود بیاره و روزنامه پخش نشه. یه مدتی هم گویا پیش از اینکه شما وارد این کار بشید
در زمان قرار دارندگی سلطنه. این روزنامه رو به یا برادر یا برادرزاده واگذار کرده بود، درسته؟ نه من خبر ندارم، فکر نه نمی بله. کنم. ایشون یه برادری داشتن که یه روزنامه دیگری بعد از 28 مرداد در آورد، بله پست ایران. بله. بله. پس شما از نزدیک با ایشون آشنا نبودید؟ از نزدیک چرا، همیشه اصلا اتاقشون کنار اتاق ما بود، یعنی من و آقای همایون و دیگران. اون زمان در ایران به این شیوهی که در غرب یک فاصله ای هست بین ناشر و سردبیر، تصور نمی کنم که در روزنامه های ایران این فاصله وجود داشت. چون در روزنامه های معتبر غربی مانند مثلا نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لوموند و دیگران، ناشر در کار سردبیری هیچ دخالتی نداره. ولی خب فکر نمی کنم این در ایران اصلا موردی باشه که اجرا می شد، درسته؟ ناشر خودش در واقع مدیر روزنامه بود. بله. بعد از اون سردبیر بود. در بله. اطلاعات یک سردبیر بود از سال 1320 تا 1357 و 8 اون موقع ها. بله. به نام احمد شهیدی، یکی از دانشمندان روزنامه نگاران بود و اولم اطلاعات هفتگی به سردبیری او از سال 1320 شروع کرد و بعداً شد سردبیر ماهنامه اطلاعات که ماهنامه روشنفکری بود به حساب، حتی شاملو اینا هم توش چیز می نوشتن. شما تو اطلاعات هفتگی بودید اگر اشتباه نکنم؟ من اول اطلاعات بودم در بخش ترجمه، ترجمه اخبار و ترجمه سیاسی، ترجمه به اصطلاح مباحث سیاسی و مقاله های سیاسی و اینا. بعد رفتم مدتی به رادیو. بله. بعد از اطلاعات. آره، یه روز آقای سالیار در اتاق ترجمه گفتن که تو دوست داری بری رادیو؟ گفتم آره. گفت اونا یه مترجم میخوان، الان من زنگ میزنم برو. البته اطلاعات هم میرفتم همچنان، منتها در اونجا ساعت 12 شب تا صبح باید کار میکردم، در نتیجه باید اطلاعات رها میکردم. بعد اونجا حقوق کدوم بهتر بود آقای مهری؟ اونجا شبانه خیلی اذیت میشدم. بله. تازه هم ازدواج کرده بودم و خانومم هم میترسید که من شبا میرفتم خونه یک نفر بیشتر توی زندگی نمی کن. بعد از مدتی بر سر حقوق گسستم از، به قول شما، از اطلاعات، از رادیو. از رادیو گسستی؟ از رادیو گسستم. ولی در کار رادیو شما در کار گویندگی و اینها نبودید؟ نه خیلی، نه نه، من مترجم بودم، خبرها رو از ساعت 12 شب تا صبح ترجمه میکردم، ساعت به ساعت خبر میداد. زمانی بود که معینیان رئیس رادیو بود. بله. و بالاخره معینیان باعث شد من از اونجا خارج بشم، چون یعنی باعث شد به این معنا که با شما مخالفت داشت؟ نه، حقوق، مسئله حقوق بود. حقوق بود؟ بله. اطلاعات... شما در پس بنابراین دوران آغاز کارتون در اطلاعات به دوران پس از دوران زمامداری مصدق باز میگرده و پیش از اون باز هم در کار روزنامه نگاری بودی. در دوران 27 ماهه زمامداری مصدق، دوران جنب و جوش ملی شدن صنعت نفت و درگیری های بزرگ سیاسی ایران بود و روزنامه های زیادی در ایران به چاپ رسید، یعنی در اون دوران شمار روزنامه ها چندین برابر به دلیل آزادی های روزنامه نگاری افزایش را. اون دوره شما در کار روزنامه نگاری چه می کردید و چه خاطره هایی از اون دوران دارید؟ زمان مصدق من 15 سالم بود. بله. وقتی سقوط کرد 17 سالم بود. بله. عرض کنم که هفته پیش خدمتون گفتم که من و یکی از دوستانم آقای مسعودی، علی مسعودی، بله بله، در
حزب ملت ایران بر بنیاد پان‌ایرانیسم در همون زمان که 15-16 سالم بود آشنا شدیم. آقای فروهر اینا فهمیدن که من کار نویسندگی بلدم و اینا، به حال ما رو بردن گذاشتن در روزنامه آپادانا که به اصطلاح ارگان حزب ملت ایران بود. این حزب ملت ایران اون حزب ملت ایران که دانش فروهر باهاش بود نبود، یه شاخه دیگه ای درسته یا همون بود؟ سه تا حزب ملت، حزب پان ایرانیسم بود. بله. یکی حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم. بله. یکی حزب پان ایرانیست، یکی هم پرچمداران پان ایرانیسم. بله. اون که بسیار شلوغ میکرد و جار و جنجال داشت حزب ملت ایران بر بنیاد پان ایرانیسم بود که دبیرش آقای داریوش فروهر بود سالها، و منم در سال 1129 عضو اون حزب شدم. دلیلش هم این بودش که اونجا انگلیسی درس میدادن، من برای انگلیسی یاد گرفتن میرفتم در اونجا. این حزب با سومکا پیوند نزدیکی نداشت؟ نه نه با هم خوب نبودم، ولی یه مقدار ایده هاشون شبیه بود. شبیه بود یه مقداری، مثلا آریایی و ایران... یعنی برتری نژاد آریا و آریایی و ملت و چیزهای از این دست در نوشتارهای هر همه این گروه ها وجود داشت اون زمان، ولی حزب ملت ایران راه سومکا رو نمیرفت و سومکا مخالف بود. بله. با پیوست به مجموعه جبهه ملی و مصدق. بله اساسا. در همون زمان مصدق هم وقتی فروهر تو زندان بود باز طرفدار مصدق بود و نمیدونم چرا گرفتنش. ماجرای زد و خوردی است که در مقابل خانه کاشانی در گرفت و در این زد و خورد یکی از پشتیبانان کاشانی، آدم سرشناسی هم بود، از بازرگانان بزرگ آهن در ایران بود، کشته شد و داریوش فروهر متهم بر این شد که در کشتن او دست داشته، او رو با چاقو و سنگ کشته. خب دیگران هم به این اشاره کردن، خود او همواره انکار کرده و خانواده او پس از حتی 28 مرداد علیه داریوش همایون شکایت کرد، داریوش فروهر پوزش میخوام، و به جای هم نرسید. هیچگاه ثابت نشد. خود داریوش فروهر همواره این رو کتمان کرده و گفته که درست نیست این اتهام، ولی به این دلیل ایشون رو برای مدت کوتاهی بازداشت کردن. ماجرای کشته شدن کسی در مقابل خانه کاشانی بود. من اینو نشنیده بودم، ولی وقتی داریوش همایون قرار بود آزاد بشه من رفتم از زندان آوردمش. نه، شما داریوش همایون رو میگی یا داریوش فروهر؟ ببخشید. بلد. این دوتا با من بودن همیشه. نه، داریوش فروهر، داریوش همایون اون زمان هیچگاه زندانی نشده بود. داریوش فروهر بود، برای مدت کوتاهی بازداشت شده از سوی کلانتری و ماجراش رو من در کتاب، همین کتاب سوداگری با تاریخ توضیح دادم. بله. میبخشید، من نمیخواستم بحث شما رو عوض کنم. میفرمودید. بله. خب پس در اون دوران شما مدتی با همین روزنامه آپادانا که با همین حزب ملت ایران ارتباط داشت کار می‌کردید. من در روزنامه آپادانا اسم نمی‌ذاشتم. دو تا اسم داشتم. یکی نغمات ایران پرستی از نوید. اسمتون نوید بود. نوید اسمش. یکی هم سلسله مطالب داستان‌های تاریخی نوشته ه فروزش. هفوزش ها. هی جیمی. شما دارید هیچ کدوم از این نوشتارها رو؟ نه، هیچ کدوم ندارم. جناب مهری، اگه موافق باشید، حالا شاید هفته آینده نه، ولی در یکی دیگه از این برنامه‌هایی که من و شما با هم گفتگو می‌کنیم، چند تا از کتاب‌هایی رو که هم در داخل هم در خارج منتشر کردید بیارید و اینها رو معرفی کنید و که همیهنان حتی بتونن اگر هنوز باشه این کتاب ها اونها رو تهیه کنن. ولی به هر حال، ولی اون مقالات قدیم رو شما هم دیگر ندارید؟ نه خیلی، نه نه. حالا من باید با دوستان در ایران تماس بگیرم، اونهایی که آرشیو در اختیار دارن، ببینم که شما در اون موقع چی نوشتید و چه ایرادهایی میشه به اونها گرفت. خواهش میکنم.
ولی علت اون این زمان که اینگونه که میگید 15 تا 17 سالتون بیشتر نبوده، درسته؟ علت این که اسم نمیگذاشتم و اسم مستعار میذاشتم این بود که فکر نمیکردن که یه آدم 15 16 ساله میتونه چیز بنویسه. بله. برای این بودش که من می نوشتم تو پاکت می ذاشتم، وقتی می رفتم حزب می داختم تو صندوق. تو هیچ کدوم از راه پیمایی ها و گرد همایی هایی که در پشتیبانی از ملی شدن صنعت نفت بود یا کارهای مصدق هیچگاه درگیر بودید در اون دوران؟ بله، عرض کنم که از اولیش بگم که آخره. بله. دو سه تا میتینگی که در روزهای 25، 26 و 27 مرداد، روزهای پایانی کار، روزهای پایانی مصدق من شرکت داشتم. فاطمی هم در یکی از این میتینگ ها صحبت کرد. این همون میتینگ معروفی است که فاطمی بله تندی علیه سلطنت بله و شاه صحبت کرد و زمینه سپس محاکمه و اعدامش رو فراهم کرد. بله. یعنی بله. او در واقع رادیکال ترین عضو جبهه ملی و هوا شدید جمهوری کردن ایران بود. اصلا علاقمند به حفظ پادشاهی نبود. ترتیب که اونچه که در اختیار داریم. فکر می کنم متن سخنرانیش در باختر امروز اون زمان چاپ شده. بله، چاپ شده. با باختر امروزی ها هم ارتباط داشتید اصلا؟ نه، من با باختر امروزی ها ممکنه با بعضی از بچه هاشون چیز داشتم، ولی آقای سفری چطور؟ آقای سفری رو بعدها من آشنا شدم باش، اونم تو روز توی مجله روشنفکر. برای اینکه قبل از اینکه من وارد روشنفکر بشم ایشون خبرهای صفحه خبری رو می نوشت، روز آخر مجله می آمد و خبراش هم دکتر مصطفی که خودش هم بی خبر نبود از اوضاع نگاه می کرد، اگه چیز پرتی نوشته بود خط می زد. ایشون چی میگن خبرنگار کیهان بود و دو سه تا کتاب هم نوشته درباره نهضت ملی. اسمش چیه؟ سه جلده کتاب، دوره سه جلدی کتاب، خیلی جالبم هست. حالا من یه سوال خیلی ساده فنی میخواستم از شما بکنم. در اون دورانی که شما شروع به کار روزنامه نگاری کردید و حتی تا سال 39، 40، 41 این دور شما برای اینکه مقاله رو به چاپخانه برای حروفچینی تحویل بدید اینها رو ماشین میکردید یا دستی بود؟ نه، با قلم می‌نوشتید؟ ماشین، اولا اگه ماشینم بود که البته تعداد معدودی بود در ادارات اینا، ولی من که بلد نبودم، من می نوشتم، هنوزم می نویسم. یعنی خطی؟ خطی، بله. ولی این رو صدرالدین الهی در یه سخنرانی که من هم یکی از سخنرانان بودم در یه برنامه که برای بزرگداشت ایشون بود در لس آنجلس اشاره کرد به همین موضوع که قلم اگر روی کاغذ نیاد این بله مقاله نیست و باید قلم روی کاغذ بیاد. و شما هم از همون نیچه از میگه همون به هر حال نسل هستید، نسل نیچه میگه با قلم و خون کاغذ بنویست زیرا که خون و روح یکی است. پس اون زمان در واقع شما هیچ برآوردی نمی کردید که مثلا برای نوشتن یک ستون چند حرف، چند واژه، چند لغت باید داشته باشید که اون ستون رو پر کنید؟ می نوشتید و احتمالا در همون چاپخونه اصلاح می کردید، درسته؟ گاهی پیش می آمد، بله. بر. وقتی در روشن فکر بودم که بله، حتما هر روز چاپخونه بودم، ولی که چاپخونه توی همون ساختمانی بود که روشن فکر بود. بله. و فاصله ما با چاپخونه 20 قدم بود، بنابراین مشکلی نبود. یعنی در واقع اونجا باید حق و اسلام همونجا میکردی در چاپخونه؟ بله. بله، البته حق و اسلام سعی میکردیم نکنیم، برای بله اینکه آقایون مسئولین چاپخانه خوششون نمیامد، چون باید دوباره حروفچینی میکردن، یه حروفچینی رو تصحیح میکردن. بله. خیلی بدشون میامد که آدم یه جمله اضافه کنه یا بعد از تصحیح ها
و دست تصحیحی که مصحح میکرد. بله. اگر صاحب اثر چیزی اضافه میکرد یا تو خیلی با ناخشنودی روبرو میشد. و چه کاری اون دوران بود که مثلا یک شماره ویژه باید بیرون میدادید؟ اشاره کردید به شماره ویژه‌ای که در مورد ناصر بیرون دادید که باید شبانه میرفتید و تا صبح تا بامداد این شماره بیرون میامد. امروز تو کار روزنامه‌نگاری مدرن دنیا خب یک روزنامه کاغذی نیویورک تایمز بیرون میده در بامداد، ولی ده ها بار در درازای روز این روزنامه به روز میشه و این سیستم هنوز وارد ایران نشده. نه خیر، هنوز نه. چرا؟ الان هم تو ایران هست روزنامه های یعنی برخی از روزنامه های رسانه‌ای در ایران، نه اونهایی که کاغذی هستن، اونهایی که رسانه‌ای هستن مرتب به روز میشن. یعنی رسانه‌ای؟ نه به سبک و به شکل امروز غرب هنوز اینها وارد نشده. بعد شما اشاره کردید به دوران مصدق، هیچگاه از نزدیک هم مصدق رو دیده بودی؟ بله. در اون دوران نوجوانی؟ بله، عرض کنم که یک بار فروهر اعلام کرد که فردا دکتر مصدق داره میره شورای امنیت و بچه ها رو جمع که گفت بریم به اصطلاح به مشایعتشون. صبح ساعت 5:56 صبح ما به خانومم که به مادرم که نگفته بودم ده. که ما کجا میریم چیکار میکنیم اینا، با دو زکی رفتم اونجا و رفتیم فرودگاه. عجب. فرودگاهی وجود نداشت، یه جایی بود که دورش تناب کشیده بودن، یه هواپیما اونجا نشسته بود. دکتر مصدق و چند تن دیگر، من اونا رو نمیشناختم، اومدن و با همه دست تکون دادن و از پله ها رفتم بالا. ما دو قدمیش بودیم، هواپیما هم هواپیمای مهمی نبود، نمیدونم چی بود، کلم بود، هواپیمایی که از تهران اینها سوار شدن بوده. هواپیمای کلم سوار شدن و رفتن. بله. از ایران. بله بله، ما البته اون زمان خیلی مصدقی بودیم. بله. زنده یاد سعید فاطمی هم تو اون هواپیما شب اصلا با اون اسناد مربوط به اسناد ویژه‌ای که ایشون با خود شما شورای امنیت رو میگی یا داد دیوان لاهره؟ شورای امنیت. شورای امنیت رو میفرمایید که آمریکا؟ بله. رفتن؟ بله. نه، پس اون خیلی پیش از اونه. پوزش میخوام، من که اعلام اشاره کردم رو چند ما پیشه دیوان لاهه است، شورای امنیت رو پیش از اون رفته بودن. بله. بله. پس دیدارش یعنی دیدار نبود، شما ایشون رو از دور دیده بودی در همون؟ دیده بودمش. کسی اون اشاره کردید به دیدار مصدق. خب در اون دورانی که شما بودی که وقتی بچه‌م بودیم پیش مصدق رفته بودیم. بله؟ میگم این شما بودید که وقتی کودکم بودید پیش مصدق رفته بودید، عکسشون هم چاپ شده. برید شما، حالا خب به مصدق اشاره کردیم، زنده یاد مصدق، طولانی ترین نخست وزیر ایران دوران مشروطه مرحوم هویداست و خب درست برمیخوره به دوران اوج کار روزنامه‌نگاری شما. دیداری گفتگویی با ایشان هم هیچگاه داشتید؟ با هویدا؟ بله بله، روز اول نخست وزیریش، یعنی امشب فرمان گرفت، فردا صبحش ارونقی گفتش که با آقای مسعودی. ارونقی سردبیر کرمانی، سردبیر اطلاعات هفتگی بود. بله. گفت آقای موری فردا صبح آقای مسعودی وقت گرفتن برای ما که اولین مصاحبه رو با آقای هویدا بکنیم. درست نخستین روز نخست وزیریش. بله. رفتیم در روز یک منزلی بودش مثل بقیه منازل اونجا. رفتیم اونجا طبقه پایین. گفتن که آقای هویدا حالا از بالا میان پایین. یه مدتی من آقای ارونقی نشستیم. مصاحبه‌گر من بودم، آقای ارونقی نظاره‌گر بودن. بله. خدا بیامرزه چند ماه پیش فوت کردن در واشنگتن. عرض کنم که من مصاحبه کردم، درباره تفریحاتشون پرسیدم، اینا گفتن که من چه تفریحی؟ یوگا میکنم. یوگا؟ یوگا میکنم. گفتم میشه یه حرکت چه جلو ما بکنیم؟ عکاسمونم همراه اون بود. اوه اوه. محمدی بود یا
یعقوب ایوب کلانتری، یک کدوم از اینا بودن. خلاصه نرفت زیر بار که این کارو بکنه، گفت مادرم بالاست بعد بریم نهار بخوریم اینا. آقای این رئیس زرتشتیان کی بوده فوت کرده دو سه روز پیش؟ یادتون اومد کی بوده؟ نماینده بله میدونم چی میفرمایید، الان درست به خاطر ندارم. بله. یادم یاد میگم. بله ایشون هم آمدن موقع مصاحبه اونجا نشسته بودن و آقای حمیده خیلی ازشون تعریف کردن. بله پس شما اولین مصاحبه رو با حمیده شما ندارمش متاسفانه. بله گفتن این مصاحبه چون رو شما از این برین... اشاره کردید به یکی از اولین کارها، من فکر میکنم شما تنها روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی و فعال و کوشنده در خارج از ایران باشید که با آقای خلخالی هم چندین بار از راه رادیو مصاحبه کردید، یادتون هست که؟ بله بله. جناب امین بخشی از این مصاحبه رو اگه بتونید من براتون فرستادم این رو پخش کنید. این در یوتیوب هست ولی جالب خواهد بود اگر آغاز این برنامه رو با هم بشنویم. بله از رادیو صدای ایران صحبت کنید. الو الو بله. حجت الاسلام خلخالی؟ بله. شما هستین؟ بله. سلام، من حسین مهری هستم از رادیو صدای ایران در امریکا زنگ میزنم خدمتتون، یه رادیوی ایرانی. حسین کی؟ حسین مهری. مهری؟ بله بله حسین مهری. بله. از کجا تلفن میکنی؟ از لس آنجلس امریکا، رادیوی صدای ایران. از رادیوهای ضد انقلابه ها؟ رادیوی طرفدار دموکراسی است. ما بیانیه شما رو، نامه شما رو خطاب به آقای آیت الله سید علی خامنه ای، نامه دوم رو، نه نامه اول رو منتشر کردیم به تاریخ سوم فروردین. بله اون نامه دومه، نامه اول گفتم که جواب که ندادن. به چه دلیل جواب ندادند؟ ما دستور رسیده نامه ای که به تاریخ سوم فروردین 77 شما امضا کردید. نامه دومه، نامه دومه، نامه دومه در خود متن هست، در خود متن این تو سخت بخونید معلوم. خب آقای خلخالی میخواستم ببینم انگیزه انتشار این نامه چه بوده از سوی شما، حمایت از آیت الله منتظری؟ اون ما آقای آیت الله منتظری را یک مرد شایسته و مخلص میدونیم و نسبت به انقلاب خدمات ارزنده ای را انجام داده است. روی جد وظیفه مون این بوده که حمایت از ایشون بکنیم، اونجایی که میتوانیم حمایت میکنیم. جناب خلخالی شما با حمایت از ایشان در واقع خودتون رو در مقابل آیت الله خامنه ای قرار ندادین؟ نه ما تازه دادخواهی کردیم از آیت الله خامنه ای که ما رو ارائه طریق بده برای استخلاص آقای خلخالی. شما چگونه توانستید اصلا ایشون رو راضی کنید که چندین بار با شما مصاحبه کنن؟ ببینید در دوران این آدمی که به هر حال یکی از مخوفترین آدمکشان جمهوری اسلامی از همون آغاز، از همون فردای جمهوری اسلامی بوده. من البته در اینجا یک خاطره شخصی هم وارد کنم که من با پدرم رفته بودم، ایشون استاندار فارس شدن، رفته بودم به شیراز که خبر رسید که خلخالی گروهی رو راه انداخته و میخواد بیاد و تخت جمشید رو ویران بکنه، که پدر من رفت پای رادیو و اعلام کرد و مردم ریختن به خیابون و خب جلوگیری کردن از آمدن اصلا خلخالی با تلفن‌هایی که به قم و به جای دیگه کردن برای ویران کردن تخت جمشید و آثار باستانی ایران. ولی به هر حال شما چگونه توانستید اصلا ایشون رو روی خط بیارید؟ من در زمان خاتمی یه خورده فضا ملایم‌تر شده بود، با داخل ایران خیلی مصاحبه میکردم و کسی هم که منو پشتیبانی میکرد شخص آقای مروتی بزرگ بود. بله بله او میگفتش که با هر کدوم از اینا که یک مصاحبه میکنی
یه سنگی بهشون میزنی. بله. ادامه بده، ادامه بده. این بله. بخش دوم مصاحبه شما، اگر ادامه مصاحبه اگر جناب امیر آماده کرده باشن، نشان میده شما با چه درایت و با چه دلیری در واقع رفتین در شکم این آدم، در نفوذ کردین در رفتار روح روانش و او رو در یه جای خیلی ویژه‌ای قرار دادید. اگر آماده هست پخش کنید جناب امیر. ایشون از شما به عنوان جلاد پرنده یاد کردن. کی؟ آقای صادق سبا. خب اون دلش میخواد شاعرش، شاعر همیشه از این چیزها داره. ایشون مگر شاعرن؟ ایشون خبرنگار بی بی سی هستن. شاعر یعنی دنبال اراضی، دنبال بلند پروازی ها. ایشون گفتن که تمام احکامی که شما صادر کردین به دستور حضرت امام بوده. گفتن که شما غیر از فرمان امام کاری نکردین و هر آدمی رو که کشتین به فرمان حضرت امام بوده. درسته؟ کلیتش بله. آقای خلخالی چطور شد که آیت الله خمینی در سر گذاشته در سر محاکم محکمه ها ما رو گذاشته، پس بنابراین امام قبول داره حرکت ما رو. در اون حکمی هم که امام به من داده مرحوم فرموده که بعد از تکمیل مقدمات محاکمه حکم شرعی صادر فرمایید. حکم شرعی رو فقط غیر از مجتهد مسلم نمیتونه کسی بگوید. شما مجتهد هستین؟ بله دیگران هم قبول دارن. اون وقت سوالی که پیش میاد این است که صدور احکام اعدام یا احکام به حال حقوقی و جزایی نیاز به اطلاعات حقوقی داره. شما بر اساس اطلاعات حقوقی فرمان قتل میدادید یا بر اساس اطلاعات شرعی؟ هم اطلاعات شرعی، هم اطلاعات قانونی، هم اطلاعات خارجی. ما از این کسایی که اعدام کردیم داشتیم و داریم. چند نفر رو اعدام کردید آقای خلخالی؟ در رفتن. بله؟ خیلی هاشون از دست ما در رفتن. کیا مثلا؟ خب دیگه شما دیگه بهتر بودین. آقای شریف امامی مثلا. آقای شریف امامی فرار کردن؟ بود مملکت رو خوردن. بله. آقای شاپور غلام رضا مثلا، آقای اردشیر زاهدی، اینا در نظر محکمه ما محکوم به اعدام بودن و در رفتن. آقای سرتیب محرری. شاپور بختیار چی؟ شاپور بختیار نه. مفصل فلعز نبود؟ نه بقیده ما نبود. ولی مثل این که بعد از اولین سوء قصدی که به او شد شما در تهران گفته بودید که به دستور شما یه عده‌ای رفتن بکشنش. نه دیگه باید حرفا رو واقعیت بدن. آقای خلخالی بفرمایید که در مجموع چند تا حکم قتل صادر کردید؟ والا دیگه این خدا میفرستن خیلی بودن، خیلی بودن. یعنی 100,000 نفر بودن؟ نه چند نفر بودن؟ شما معلوم شد شهار زیاد نسبی شب اونجا ها؟ بله اینجا ساعت 12:20 هست. یا سر کیفی؟ والا سر کیف نمیدونم معنیش چیه. حضرت حجت الاسلام، من منظورم این است که از شما بپرسم که وقتی شما احکام اعدام رو صادر میکردین خودتونم هنگام اجرای حکم اونجا می ایستادین؟ آره آقای آذری میگو یکی از محسنات شما همین. آقای آذری قمی؟ آقای حضرت آیت الله آذری قمی؟ آره میگفت که حکم شما اینه که کسی را که محکوم به اعدام میکنی وای میستی حکم اعدام اجرا میشه بعد میری میخوابی. یعنی در واقع جناب مهری واقعا دردناکه. من تنها موردی که عجب انقلاب بود. بله میگم عجب انقلابی. بله ببینید تنها موردی که من میتونم مقایسه کنم با این نوع حرفای آقای خلخالی و کارهایی که خلخالی کرده،
هنگامی بود که خاطرات آقای حاج مهدی عراقی، یکی از بازماندگان فدایان اسلام، در آمده بود، یکی از یاران خمینی و یکی از اعضای شورای انقلاب، به نام ناگفته ها. و آدم وقتی این یادمانده رو با اون زبان جاهلی در واقع لاتی میخوانه، اصلا تکان میخوره که چه کسانی آمدند بر این کشور چیره شدن. و این آدم آقای خلخالی با افتخار به شما میگه که بله، من اونجا وای میستادم تا حکم رو جاری کنن، اینها رو اعدام کنن. خب خیلی دردناکه. از این چند بار شما با ایشون مصاحبه کردید؟ 5-6 بار من مصاحبه کردم. یکی از بهترین مصاحبه هام به دلیل فنی ضبط نشد، متاسفانه تقصیر خودم بودش. بله بله. ولی بقیهش هست. ولی پخش شد؟ بله بله، همه پخش شد. خب این آرشیوش موجوده در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هست، حتما در آینده اون رو میتوان پیدا کرد، تردید نداشته باشه. همه رو من دارم، اون چه که مصاحبه کردم روی نوار دارم. ولی بجز اون موردی که میگید از بین رفت. بله. یا ضبط نشد. بله. خب بازگردیم به مثل اینکه یک بارم با یکی دیگه از مثل که با فلاحیان هم مصاحبه کردین شما. بله. فلاحیان وزیر امنیت بود، رئیس ساواک جمهوری اسلامی بود در زمان خاتمی، رفسنجانی. بله درست. بله. و با اون مصاحبه کردی شما؟ با اونم مصاحبه کردم. اون هم با همین لحن حرف میزد، با همین گستاخی در واقع در مورد کارهای بله، خودش سخن میگفت. بله. اونا رو هم دارید شما؟ اونم دارم من. خب اینها رو بد نیست یک مجموعی از اینها رو منتشر کنیم، اصلا یعنی بیایم جمع کنیم و اینها رو روی کاغذ بیاریم، چون حیفه، چون میدونید که این نوارها به تدریج فرسوده میشه و از بین میره، به ویژه نوارهایی که اونجا که من دیدم بیشتر به صورت نوار هست تا به صورت سیدی. صدها مصاحبه شما هم روی نوار دارم من. بله، صدها ساعت. صدها مصاحبه. خب حالا با هم گفتگو میکنیم، اینها رو بتونیم به قول معروف دیجیتال کنیم با همکاری همین دوستان در تلویزیون اندیشه، جناب امیر و دیگران. اینها میدونن که چگونه این کار رو میشه انجام داد. این کار رو باید حتما بکنیم تا اینها از بین نره، چون نوار از بین میره و آنچه که به صورت دیجیتال باقی میمونه قابل حفظ هستش به طور کلی. بازگردیم، میدونم زمان زیادی نداریم، بپرسید شما از جناب امیر که چقدر وقت داری. فکر کنم 5 دقیقه. 5 دقیقه و 29 ثانیه. 5 دقیقه و 29 ثانیه. بله. ببینید، بازگردیم به دوران کار روزنامه‌نگاری شما. هیچگاه در این دوران کار روزنامه‌نگاری تا اینکه قبل از انقلاب از ایران خارج بشید، دوچار گرفتاری هم با دولت یا ساواک یا دستگاه ممیزی و غیره شدید به خاطر کارهایی که میکردید؟ بله، در مجله روشنفکر. بله. ما یه سلسله مقاله هایی مینوشتیم درباره نویسندگان، زندگیشون، خیلی قشنگم دوستان ما می نوشتن. آقای الهامی نامی اینا رو می نوشت. بعد الهامی وقتی به چیز رسیده بود، بگین اون کسی که توده‌ای بود، رفته بود آلمان شرقی، از اینا زیاد داشتیم، نویسنده بود، نویسنده معروف. بله. چشمهایش. ها، به منظورتون چیز هست، بزرگ علوی. بزرگ علوی. بله بله. بعد در مقدمش نوشته بود آثار توفانوار و نمی چیزای اینجوری خیلی. بله. تند. بعدا ما فهمیدیم که مصححمون یه ارتباطای داره با ساواک. اون تلفنی اطلاع داده بودش که یه همچین مطلبی رو فلان کس نوشته، دست خط هم برده بوده، داده بوده، چون ما هرچی تو چاپخونه گشتیم دست خط الهامی پیدا نکردیم. عجب. بله. برای شما ولی گرفتاری نشد، برای همکارتون گرفتاری ایجاد شد. گرفتاری بود که میبردن و حرف میزدن و تهدید میکردن و اینا. مثلا روز اول که منو بردن، یعنی من خودم، به من گفتن فلانجا بیا تو جاده شمران شماره فلان، ما هم رفتیم و خب منم سنم مثلا 32-33 سال بود، ترسم داشتم، من هیچ وقت اینجور جاها نرفته بودم. فقط یه بار از در کلانتری رد شده بودم،
اونم پدرم چون میخواست منو تهدید کنه که میبرم اینجا تحویلت میدم ها. و تعجب کردم از پدرم که علی هرم در صورت رفتم اونجا و یه آقای آمد گفت من یه اسمی گفت حالا یادم شروع کرد به سوال جواب اینه کی نوشته چه روزی نوشته با چه قلمی نوشته کی بوده این سابقهش چیه فلان اینا. گفتش من میتونستم شما را اینجا موقعی که زور قرار شد برم. ببینید چه بیم و هراس هایی داشتن و چگونه این بیم و هراس های واقعا بیپایه چه زیانی زد. یعنی اگر این آزادی ها داده میشد چه بسا رویدادهای انقلاب رخ نمیداد. واقعا این محدود کردن ها این بیم و هراسی که ایجاد میکردن خیلی زیان رساند. بر روی گفت من میتونستم شما رو نگه دارم ولی الان ظهر خانوادتون در انتظارتون هستن، شما برین ولی با آقای الهامی و شنبه بیاین. پنجشنبه بود، شنبه هم دوباره رفتم همین بساط بود تا اینکه گفتن بگین آقای الهامی هم بیاد. الهامی رو هم رفتم بهش کنم الهامی جان ببین اینجوری شده، دست خطت از یه طریقی رفته اونجا و خب اون میفهمید کی فرستاده. بله اون شخصا بعدم بهتون میگم. این بر روی این نوع رفتار باعث میشد که آدم های مثل خود شما الهامی و دیگران روی هم رفته خودتون یک سانسور بله به کار ببرید و ملاحظه کنید و کارهایی رو انجام ندید. درسته؟ بدترین سانسور اونه. بله. در نتیجه یه دقیقه وقت داریم آقای. بله ببخشید آقای امینی، یه دقیقه وقت داریم. خب فکر میکنم گفتگوی خوبی رو با هم داشتیم. من هفته آینده راهی سفر خارج از آمریکا هستم. این است که شما باید یک میهمان دیگری رو پیدا بکنید و من وقتی بازگردم به همیهنان این وعده رو میدم که گفتگوهای با شما رو درباره این گوشه های تاریکی که در یاد شما هست و به درد مردم میخوره گفتگو رو ادامه بدیم. اگر موافق باشید. با سپاس از جناب امیر. من از شما سپاسگزارم. شب و روزتون خوش. تشکر میکنم از همیهنانی که به این برنامه توجه کردند و تشکر میکنم از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روزتون خوش.